سلام وقتتون به خیر اومدیم با قسمت آخر سالی جل توی دو قسمت قبل قسمت اول کاشت جل با قالب رو داشتیم که خیلی من دوستش داشتم خیلی دوست داشتنی و راحت بود توی قسمت دوم با فرمر امتحان کردیم که من گفتم بهتون دوستش ندارم و پیشنهاد نمی کنم و قسمت سوم قرار سافت جل تیپ رو باهاش بذاریم روی ناخن ببینیم جواب میده یا نه طبق چیزهایی که من دیدم و شنیدم خیلی خوب و کاراس برای ساب تیپ حالا بریم ما امتحان کنیم ببینیم که چطوره من سایز مناسب تیپم رو برای ناخن انتخاب کردم داخلش رو خط و خش انداختم باید زدقاش پرایمر بیسمون رو بزنیم دست بره داخل دستگاه سی ثانیه بیاد و این رو بذاریم روی ناخن اما که بهتون بگم بهتر که از کلیرش استفاده کنید ولی ما میتونیم از همین رنگ هم که داریم رنگی هایی هم که داریم استفاده کنیم گرده ها رو گرفتم یه تیکه از مواد برمیدم بچه این یه تیکه از مواد خیلی بستگی به قوس ناخون داره ناخون تخت باشه قوسش زیاد باشه اینا تأثیر گذار توی موادی که برمیدارید میتونم با خوابوندنش روی ناخون پخشش کنم ولی من ترجیم اینه که یه کوچولو پهنش کنم حداقل تا وسط های ناخون بعد بیارم به رو ناخون خیلی آروم مدل ما خیلی پوست اساسی داره چون میخوام یه ذرم دورگیری کنم با فاصله میارم میذارمش رو ناخون یه خوبی که سالید داشت برای سافت جل تیپ این بود که میبینید من رهاشم که میکنم بلند نمیشه این مشکلی بود که ما با رابر بیس داشتیم این جدا نمیشه ما با رابر بیس داشتیم همیشه من حتی میتونم این اضافه این زیر رو بردارم با یه وسیله ای حالا ای رو میگیرمش می محکم که از ریشه جدا نشه این مواد اضافه این زیر رو برمیدارم. میدارم دست میره داخل دستگاه شهست ثانیه خب خشک شد تموم شد یه دورگیری ساده لبه آزاد و میکنم میتونیم لاکمون رو بزنیم بچه یه نکته بگم اگه من از اول اون رو جدا نمیکردم میذاشتم به همون حالت فرنچ خودش که اومده بود جلو بود این زیرم هم خیلی تمیزتر بود کارم خیلی خوشگل میشد میتونستم لبه آزاد رو یه تاپ گالکسی بزنم یا مثلا یه تاپ هولوگرام بزنم یه مکنیت بگیرم یه فرنچ خیلی خوشگل شیک میشد ولی من ترجیح دادم که اون رو بگیرم و یه لاکه یه دست روش بزنم فقط لبه آزاد نیاز به یه سوهانکشی مختصر داره خب تموم شد آخو اگر من بخوام بین سه تا کاری که با سالید انجام دادیم محبوب ترینش رو انتخاب کنم این جلیکس هست خیلی خوبه کمترین سوهانکشی کمترین میزان اتفاقات غیر مترقبه و راحت ترین کار رو دارید باهاش بهتون توصیه میکنم اگر میخواید پس اکتنشن انجام بدید زبونم گرفت حتما از سالی جل استفاده کنید با دوام ترین حالتشه من قالبش رو هم دوست داشتم این در رده آخر آخره وقتی خیلی مجبور بودید از این روش استفاده کنید